اگر میخواین شناسایی ما در اراضی دولتی بیشتر بشه، من خواهشم اینه وزارت اقتصاد دارایی، چون اطلاعات اراضی و املاک تمام دستگاه دولتی در سامانه سادا وزارت اقتصاد دارایی هست، اگر اطلاعات سامانه سادا وزارت اقتصاد دارایی در اختیار ما قرار بگیره، ما قول میدیم تا پایان سال این شناساییمون رو تمام کنیم. دولت به هیچ وجه دوست نداره در بازار غیر رسمی دلار بره بالا، این قطعی. دولت اون چیزی که در واقع آیدیش هست از محل عرضه دلار در سامانه نیماست، که سامانه نیما هم ثبات داره، هم عرضه های دولت خوبه، هم درآمدهای دولت خوبه، و بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش قیمت دلار نداره. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز میگوید نه تنها در سطح میادین میبوتره بار که میبایست در تمامی فروشگاه های عرضه مواد غذایی از این پس عرضه تخم مرغ بر اساس وزن صورت پذیرد. اینا چند میدی؟ 100 تومن وزن اینو بذارش، وزنش میبینیم چقدره، 1 کیلو 990. حالا این تخم مرغ شما باید بفروشی 89680 تومن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. رئیس جمهور حضور مردم ایران در مراسم تشییع پیکرهای شهدای گمنام و عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو آگاهانه، معنادار و دارای پیام برای دوست و دشمن ارزیابی کرد و گفت دولت به پاس این حضور باید تلاشش رو برای رفع نگرانی و دغدغه‌های مردم بیشتر کنه. آقای رئیسی از همه مدیران دولتی خواست اون دسته از فعالیت‌هایی رو که به هر دلیلی به نتیجه نرسیده علتش رو به مردم گزارش داده بشه. خبر دیگه جلسه امروز انتصاب آقای حسین مهراب به سمت استاندار جدید خوزستان. دستوری که 3 ساعته اجرا شد، ساعتی پس از اینکه رئیس جمهور به مدیران دستور داد تا به مردم درباره علت به سرانجام نرسیدن برخی برنامه ها گزارش بدهند، وزارت مسکنی ها این دستور را عملیاتی کردند. سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره علت تأخیر در واگذاری زمین به مردم و کندی شناسایی زمین های دولتی میگه به سامانه سادا که در اختیار وزارت اقتصاد دسترسی نداریم. اطلاعات اراضی و املاک تمام دستگاه دولتی در سامانه سادا وزارت اقتصاد دارایی هست، اگر اطلاعات سامانه سادا وزارت اقتصاد دارایی در اختیار ما قرار بگیره، ما قول میدیم تا پایان سال این شناساییمون رو تمام کنیم. مالکی میگه 7 ماه پیش نامه ای به وزارت اقتصاد زدیم و در اون درخواست کردیم که اطلاعات زمین های دولتی رو در اختیار ما قرار بدن که تاکنون پاسخی به آن داده نشده. البته مدیر کل اموال دولتی وزارت اقتصاد پاسخ رئیس سازمان ملی زمین و مسکن رو اینطور داده: در قانون جایی نگفته که باید افشا اطلاعات بشه، ولی خب به قول معروف نه نهی شده نه جوازش صادر شده، و الان به خاطر اون که روی شبکه ملی دولت هست این امکان این که انتشار اون بشه در حال حاضر، یعنی این امکان وجود نداره. ولی خب یک بخشی هم داره که کاملا محرمانه است، اصلا مربوط به یک سری اندیک هستن که مال بعضی از دستگاه ها یا حالا خود املاک ویژگی خاصی دارن، اون قسمت ها اصلا محرمانه است و حتی روی شبکه ملی هم نیست و به صورت خیلی محرمانه نگهداری میشه. با این حساب این گره تنها به دست رئیس جمهور باز میشه. رشد بیش از 70,000 واحد شاخص بورس در پایان معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های کل و هم وزن و ارزش معاملات با افزایش بی سابقه رکورد شکنی کردند. شاخص کل با 4.5% رشد بر روی عدد 1,647,000 ایستاد. سرمایه گذاران بیش از 17,406,000,000 برگ سهم و اوراق مالی قابل معامله را به ارزش بیش از 10,103,000,000 تومان داد و ستد کردند که از نظر ارزش معاملات این عدد یک رکورد محسوب میشه.
دو صندوق دولتی دارا و پالایش یکم بعد از گذشت 2 سال از زمان عرضه به قیمت عرضه یعنی 10,000 تومان رسیدند. در پایان معاملات بازار سهام روز چهارشنبه، صندوق دارا یکم به قیمت 10,080 تومان و صندوق پالایش یکم هم به قیمت 10,111 تومان رسید. افزایش قیمت نماد این صندوق در حالی امروز اتفاق افتاد که فاصله قیمتی صندوق پالایش یکم با ارزش ذاتیش به 50 و دارا یکم هم به 60% رسید. صندوق دارا یکم آخرین بار در آذر 1400 و صندوق پالایش هم اواخر سال 99 بود که در این محدوده قیمتی قرار داشتند. رئیس مجلس در سفر یک روزه به قم با مراجع عظام تقلید دیدار کرد. آیات عظام صبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی پس از شنیدن گزارش آقای قالیباف درباره عملکرد مجلس و مسائل روز کشور، خواستار حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم شدند. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت چند دلال ارزی خبر داد. سرهنگ بهرامی گفت خرید و فروش ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز قاچاقه. حدود 30 نفر از متهمین اخلالگر در نظام ارزی شناسایی و همچنین 2 واحد صرافی غیر مجاز که مجوز خرید و فروش سکه داشتن و متاسفانه اقدام به خرید و فروش ارز می کردن شناسایی و پلم شدن. از بدهکار شدن شرکت ملی گاز به مشترک های کم مصرف تا وعده عرضه حدود 1,000,000 خودروی جدید داخلی و وارداتی برای کاهش التهاب بازار خودرو از جمله خبرهای دولت مردان برای خبرنگاران حیات دولت بود. این پرسش و پاسخ ها البته حاشیه هایی هم داشت. پرسید من وزیر صنعت معدن تجارتم نه وزیر خودرو. بیشتر سوال من و دیگر خبرنگاران از مسئولان اقتصادی بود. قیمته داره سر به فلک میکشه. حالا بحث خودرو خیلی شیرینه، خیلی جذابه. ما هر خبرنگارم میبینیم دماش میپرسن. چیزی که من میتونم بگم اینه که در 6 ماه آینده حداقل 800,000 تا 1,000,000 خودرو به بازار عرضه میشه که حالا یه بخشش وارداتی، یه بخشش تو داخله، میتونه خیلی از التهابات رو بگیره. میگن آقا این بحث قیمت دلار دست خود دولته. واقعا چنین چیزیه؟ دولت اون چیزی که در واقع آیدیش هست از محل عرضه دلار در سامانه نیماست که سامانه نیما هم ثبات داره، هم عرضه های دولت خوبه، هم درآمدهای دولت خوبه و بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش قیمت دلار نداره. یه خبر خوب خبری برای مشترکان کم مصرف گاز کاهش بدن. در حقیقت مصرفشون رو نسبت به سال گذشته ماه مشابهش همون میزان از شرکت ملی گاز به استانکار میشن و ما موظف هستیم که پرداخت کنیم بهشون. وزیر ارتباطات گفت اگر دستگاهی هنوز به پنجره هوشمند وصل نشده باید پاسخگو باشه. حتی رو آنتن زنده تلویزیون بعضی شما نگفتن انجام نمیدیم. خب این واقعا استنکاف از قانون و حتما قانونگذار نهادهای نظارتی پیگیر خواهند کرد. کمبود معلم آقا تو برخی از مناطق محروم حالا هنوز هم به ما گزارش میشه. برای این مواردی که گزارش میشه بفرمایید هیچ کلاسی نباید بی معلم باشه. وزیر ورزش هم به ما گفت در رابطه با VAR الان خیلی فعال هستن. قولی که آقای تاج پیگیری کردن و از اول هم دادن نیم فصل دوم هست که ان شاءالله بتونیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم. برخی از وزرا هم بی خبر رفتن. خیلی وقت منتظرتونیم. نمیگید آقای وزیر شما؟ چله دارم. سلام. انارا هنو مونده یعنی؟ سلام. آقا نمیگید. آقای دکتر سوال مردم از حوزه جهاد کشاورزی به خدا خیلی زیاده ها. ما منتظر برخی از وزرای دیگه بودیم که گفتن که یک جلسه بلافاصله بعد از جلسه هیئت دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده با موضوع مولدسازی سرمایه های دولت. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. معیار ارزی تخم مرغ فله از این به بعد وزن شان است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بر این اساس هر کیلوگرم تخم مرغ غیر بسته‌بندی با نرخ 47,200 تومان به فروش میرسه. به این ترتیب هر شانه تخم مرغ 1 کیلو و 800 گرمی نباید بیشتر از 85,000 تومان عرضه بشه.
دو روز پیش سقف قیمت تخم مرغ غیر بسته‌بندی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شانه 1 کیلو 800 گرم میشن مصرف کننده حدود 84 تا 85 تومان و مقرر شد از امروز عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار آغاز شود. تخم مرغ فله امروز اومد وسط. بله. چقدر؟ حدوداً 175 کارت. تخم مرغ فله امروز هر دو قرفه ما آوردن. حدوداً 500 کارتون تخم مرغ فله توزیع کرد. تخم مرغ فله همین الان رسید واسمون. قیمت عرضه تخم مرغ غیر بسته‌بندی نیز در نرخنامه میادین میوه و تره بار این گونه است. از امروز مقرر شده که در میادین میوه و تره بار تخم مرغ فله به صورت کیلویی عرضه بشه. کیلو 45 تومان. یه شونه 1 کیلو 800 گرم 81 تومان در میاد. تخم مرغ چند بهتون دادن؟ کیلو 45 تومان. مسئولان میادین میوه و تره بار میگویند با ملاک قرار گرفتن وزن شانه در فروش تخم مرغ غیر بسته بندی شکایاتی از این دست 91 تومان یه شونه تخم مرغ به من حساب کردن، شما حساب کن این تخم مرغش برطرف میشود. برای اینکه حق مصرف کننده ارشحاف نشه عرضه تخم مرغ به صورت کیلویی به نفع مصرف کننده هم هست. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز میگوید نه تنها در سطح میادین میوه و تره بار که میبایست در تمامی فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی از این پس عرضه تخم مرغ بر اساس وزن صورت پذیرد. اینو چند میدی؟ یه شونه 100 تومن. وزن اینو بذارش، وزنش ببینیم چقدره. 1 کیلو 990. حالا این تخم مرغ شما باید بفروشی 89680 تومن. حدود 11000 تومن گرون فروشی. 2 کیلو 26 گرم بر اساس کیلو 47200 95 و 600، ولی این کاسب داره 91 تومان به فروش میره. درست داره، یعنی میشه. بله، هم ضمن تقدیر تشکر از اینکه به هر حال منصف هستن، مناسب داره میفروشه و من خواهشم برای اینکه حتما مردم نسبت به وزن تخم مرغ توجه ویژه داشته باشه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان بازرسی کل کشور به وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای نادرست قانون جوانی جمعیت و اعطای زمین هشدار داد. به گفته بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی، با گذشت بیش از 14 ماه از ابلاغ قانون تا کنون سامانه جامعی برای نامنویسی متقاضیان مسکن طرح جوانی جمعیت طراحی و راه اندازی نشده و تنها در قالب طرح نهضت ملی مسکن امکان ثبت نام متقاضیان فراهم شده. اونطور که آقای حسینی گفته، با توجه به بررسی صلاحیت متقاضیان با الزامات طرح نهضت ملی مسکن از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها، بیشتر متقاضیان طرح جوانی جمعیت به دلیل قرمز بودن فرم جیم به اشتباه رد صلاحیت شدند. بازرس کل راه و شهرسازی سازمان بازرسی تاکید کرده هشدارهای قانونی به وزارت مسکن داده شده و با پیگیری سازمان بازرسی هفته آینده سامانه جدیدی برای متقاضیان واجد شرایط راه اندازی میشه. قطع گاز 8000 مشترک بدمصرف بخش خانگی تا به امروز. مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز با اعلام این خبر گفت این روند هفته آینده شتاب بیشتری میگیره. به گفته آقای رحمانی 499000 مشترک در پله‌های 11 و 12 تعرفه‌های گاز بخش خانگی جای دارند که طی روزهای گذشته اخطار پیامکی دریافت کردند. علاوه بر این که این پیامک حامل این اطلاع هست که مبلغ گازبهاشون بسیار تغییر کرده در سال جاری، اخطار هم داده شده که اگر رعایت نکردن در بازرسی اخیر و که هفته آینده انجام خواهد شد، گاز این مشترکین در صورت تکرار قطع خواهد شد، چون هر کدام از این مشترکین معادل بین 10 تا 15 حتی بیشتر از این مشترک متعارف گاز مصرف میکنن که ایجاد مشکل برای مشترکین متعارف ما کرده. صاحب یکی از جواهر فروشی های تهران به دلیل تشویق و تبلیغ در فضای مجازی برای اعتصاب و همراهی با اختشاشات هنگام خروج از کشور بازگردانده شد. مونا فرخ آذری به دلیل ترویج اختشاشات از سوی مراجع امنیتی اخطار دریافت کرده و به گفته منبع آگاه خبرگزاری ایسنا ممنوع الخروج هم شده بوده. این فرد دو روز پیش به همراه فرزندش قصد داشت کشور را به مقصد دبی ترک کنه که پرواز حامل وی
با مجوز مقامات قضایی در فرودگاه جزیره کیش فرود آمد تا منا، فرخ آذری و فرزندش پا رو فراتر از مرزهای ایران نگذارند. ایلان ماسک به سانسور شدید دولت آمریکا بر شبکه‌های اجتماعی توییتر اعتراف کرد. مدیر عامل شرکت توییتر در واکنش به افشاگری خبرنگار از مداخله دولت آمریکا در الگوریتم‌های توییتر نوشت: همه شبکه‌های اجتماعی تحت سانسور شدید و مداخله مستقیم دولت هستند. ایلان ماسک نوشته: لینک‌هایی که گوگل دائم اونها رو ناپدید می‌کنه یکی از این نمونه‌هاست. پیش از این مت تایبی روزنامه‌نگار آمریکایی در صفحه توییترش نوشته بود: تازه‌ترین اسناد منتشر شده از توییتر نشون میده FBI دربان نظارت و سانسور محتوای شبکه‌های اجتماعی آمریکاییه و این رویکرد وزارت خارجه و دفاع آمریکا رو هم شامل میشه. به گفته این روزنامه‌نگار، توییتر درخواست‌های بسیاری در این زمینه از دولت دریافت کرده و به علت حجم بالای اونها مجبور شده اولویت بندیشون کنه. کرونا در ژاپن رکورد شکنی کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت این کشور، امروز چهارشنبه 415 نفر بر اثر کرونا جان خودشون را از دست دادند که بالاترین میزان مرگ و میر روزانه کووید 19 در ژاپن از اول فراگیری این ویروسه. امروز همچنین بیش از 216 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن ثبت شده. گزارش رسانه‌ها از چین هم از اوجگیری کرونا در این کشور و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ چین حکایت دارد. در جدول مرگ ناشی از کرونا در جهان، آمریکا با ثبت 1,116,000 کشته از آغاز همچنان در صدر قرار دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 17,000 آمریکایی دیگر به شمار بیماران کرونایی اضافه شدند. و تصادف زنجیره خودروها در بزرگراهی در ژنگژو چین یک کشته و 200 مجروح داشت. مه غلیظ و کاهش دید علت این حادثه اعلام شده. مجروحانی که در داخل خودروها گرفتار شده بودند به کمک دست کم 60 نیروی امدادی که به منطقه اعزام شدند از معرکه جان سالم به در بردند. فردی که قرار بود مدافع جانباختگان هواپیمای اوکراینی باشه، در چند هفته گذشته به یکی از سرکرده های ایجاد اختشاش در ایران تبدیل شده. البته از اون سوی مرزها. این انتقاد برخی از خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی به حامد اسماعیلیان. نظرش درباره ایران در آخرین مصاحبه اش این گونه بود: یک دشمن مشترک بیشتر نداریم و اون هم جمهوری اسلامی ایران. حامد اسماعیلیون، کسی که در حادثه هواپیمای اوکراینی همسر و فرزندش را از دست داد و به عنوان نماینده جان باختگان این سانحه در رسانه‌های بیگانه نامش پررنگ شد. حامد اسماعیلیون. اما در اتفاقات اخیر ایران نقش او تغییر کرد. اینها فعالیتی است که در کانادا باید دنبال بشه. حالا به جای آنکه او وکیل مدافع خانواده‌های حادثه هواپیمای اوکراینی باشد، پرچم‌دار ضد انقلاب علیه ایران شده. این فرد در اختشاشات مهرماه در رأس فراخوان برای تجمعات در خارج از ایران حضور داشت و دیدارهای زیادی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران انجام میداد که یکی از آنها جیسون رضاییان، جاسوس مبادله شده آمریکایی بود. تغییر مواضع او موجب شد شبهه تشنه قدرت بودن بر او وارد شود. انتقاداتی به شما میکنن در شبکه‌های اجتماعی به ویژه بعضی ها که شما احتمالاً به دنبال کسب قدرت سیاسی هستید. ارتباط تنگاتنگ با مجاهدین خلق نیز صدای مخالفین جمهوری اسلامی را درآورد. اسماعیلیون دقیقاً فقط با چند متر فاصله با تجمع مجاهدین خلق تجمع ایجاد میکند تا مردم عادی با مجاهدین قاطی شوند. اسماعیلیون باید چیکار کند که بفهمید او یک مجاهد خلق است؟ محمود زیبایی، پدر مایا زیبایی، از جانباختگان هواپیمای اوکراینی درباره فعالیت‌های این روزهای اسماعیلیون افشاگری کرد. کاسبی با عدد 752 و جان پاک 176 انسان چه طعمی دارد؟
در فضای مجازی اسنادی در خصوص ارتباط اسماعیلیون با منافقین منتشر شده که یکی از آنها کتابی با این عنوان است. حامد اسماعیلیون خود برای جلد کتابی که در سال 2013 منتشر کرده است از کمپ اشرف استفاده کرده است. حالا مخالفان جمهوری اسلامی هم او را به دلیل ارتباط با منافقین طرد کردند. حامد اسماعیلیون بالاخره مزد زحماتی که گروهک منافقین براش کشیده بودن رو داد و با لابیگری اسماعیلیون مریم رجوی توی پارلمان کانادا سخنرانی کرد. اما وقتی در این رسانه ها از وظیفه اصلی اسماعیلیون پرسیده می شود، مجبور به قطع برنامه می شود. آیا انجمن طبق اساسنامه‌اش مجاز به فعالیت سیاسی دادن فراخوان یا هزینه کردن از منابعی که بابت پرونده خاص هواپیما اختصاص داده شده آیا هست یا نه؟ ولی خب من شما ازتون عذرخواهی میکنم، 20 ثانیه میبینم رو مانیتور نوشته به پایین برنامه مونده، بحث طولانی است، امیدوارم در یه فرصت دیگری بتونیم بیشتر حرف بزنیم. مصاحبه زنده دیروز من به بهانه اتمام وقت قطع شد و فایل اون هم از شبکه برداشته شد. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. استفاده از فناوری لیزر و پلاسما در پوشش دهی و ساخت نگهدارنده های عروق قلبی. یک بانوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی این نوع از تجهیزات پزشکی رو ساخت که پیش از این جزو اقلام وارداتی بود. برای رفع گرفتگی عروق قلب از استنت‌های قلبی استفاده میشه. محصولی که با بهره‌گیری از فناوری لیزر و پلاسما حالا توسط یک بانوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی ساخته شده. این استنت‌های قلبی معمولا وارد میشه به کشور. تو دنیا معمولا با استفاده از همین لیزرها میان ساخته استنت قلبی رو انجام میدن. ما میتونیم هم روی سطح ماده هم روی داخل حجم ماده این ساختارهای مختلفی رو تو ابعاد میکرونی با یه دقت بالایی و خیلی تمیز ایجاد بکنیم. فناوری لیزر فیبری فمتوثانیه علاوه بر پزشکی در حوزه‌های مختلف هم کاربرد داره. 4-5 تا شرکت هستن توی دنیا، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که این نوع لیزرها رو می‌سازن. این لیزر برای کاربردهای میکروماشین کاری و تصویربرداری‌های بیولوژیکی و کاربردهای پزشکی که میتونیم حالا انواعش رو ببینیم، هم تصویربرداری هم دستکاری سلولی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. این بانوی نخبه علاوه بر ارائه تحقیقات گسترده و چاپ چند کتاب و مقاله در حوزه لیزر و پلاسما، برای ارتقای علمی یک شرکت دانش بنیان هم تأسیس کرده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. وقتی نامگذاری ها به واژه های بیگانه سبب رواج اونها در صحبت های مسئولین، زبان رسانه ها و بعد از اون میون جامعه میشه. نمایندگان در صحن علنی مجلس علناً واژه های فرنگی رو بر معادل های فارسی ترجیح دادن. یک تئوریسین کارآمد کاربلد پتانسیل سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور الان دیدم در مانیتور در اولویت ها قرار گرفت. نداشتن کوریدور مشخص اصلاحی، یک فوریتی پروتکل اصلاحی بودند. نمایندگانی هم که حواسشون بود واژه های فرنگی به کار نبرن، برای بیان نظراتشون به سخنگاه تشریف بیارن. شنیدید میگن خشت اول چون نهت معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. افتتاح مرکز درمانی و نهادن خشت واژه فرنگی گاما نایف بر اون هم دیوار صحبت‌های وزیر بهداشت و رئیس سازمان انرژی اتمی رو کج کرد. دستگاه بسیار پیشرفته گاما نایف، گاما نایفی که خب واقعا باز هم کشور احتیاج داره. هم دیوار اجراهای گویندگان رسانه ملی رو، مرکز گاما نایف برای درمان بیماران سرطانی، مرکز گاما نایف برای درمان بیماران سرطانی. رئیس بنیاد شهید هم واژه فرنگی آیکون رو گفت و یه آیکون این طراحی کرد، تذکر گرفت و سعی کرد اصلاحش کنه. ببخشید چی بگیم؟ نشانگر. از شگفتی های زبان فارسی اینه که میشه یه عبارت حدوداً 10-12 کلمه گفت که 6 کلمش بیگانه باشه. گفتگوهای آنلاین، چت آنلاینی که ما در همون سایت ایجاد کردیم، میتونن وارد اون قسمت بشن و سوالات خودشون رو با اپراتورهای ما به صورت آنلاین. نکته آخر این که بالاخره در میان مسئولان یک نفر معادل مصوب کادر رو به کار برد. از پایوران و همکاران همرزم ما. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.